امروز میخوایم نگاهی به اقتصاد کلام بندازیم نگاهی به تورم که تازه اعلام هم شد بندازیم تاثیراتش رو ببینیم مهمتر از اون بیایم تاثیرات تصمیمات فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا روی بیت کوین رو میخوایم بسنجیم با هم بریم برگردیم و یک نگاهی به این معیارها بندازیم ببینیم چی دستگیرمون میشه سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه بردی است هم از آکادمی گنج و امروز میخوایم در مورد اقدامات فدرال ریزرو و تاثیر اقتصاد در بر بیت کوین صحبت کنیم من اول یه موضوع خیلی کلی تری رو بگم ببینید بازارها چه حالا کریپتو چه بازار بورس هر چیزی بازارها آینده نگرن یعنی چی یعنی به آینده نگاه بکن اگر قرار باشه سال دیگه یه اتفاقی بیفته تاثیرش رو توی قیمت الان میبینیم نه سال دیگه خب پس بازارها همیشه اصطلاحا لید دارن جلوتر اما معیارهای اقتصادی مثل تورم مثل هر چیز دیگه ای الان مثلا تورمی که داریم میبینیم چیه نسبت قیمت الان به سال قبل پس نه تنها جلوتر از زمان حال نیستن بلکه عقبترن واسه خیلی این مشکل پیش میاد که آقا فاندامنتال یه چیز داره میگه بازار یه جور دیگه رفتار میکنه داستان همینه بحث زمانه یکی داره تو آینده زندگی میکنه یکی داره توی گذشته زندگی میکنه و نمیتونی انتظار داشته باشین که از یکی بتونیم اون یکی رو نتیجه بگیریم اما میشه درس گرفت میشه از اتفاقها درس گرفت میتونیم همون کاری که تمام شرکت کننده های بازار میکنن رو بتونیم یه ذره زودتر پیش بینی کنیم میخوام یه چند تا مقاله نشونتون بدم چند تا نمودار بیشتر نشونتون بدم داستان از کجا شروع شد؟ داستان از یک توییت شروع شد. من یه پروپوزالی دادم یک در واقع ایده ای دادم حالا ایده درست و غلطش رو کاری نداریم صرفا ایده است پیشنهاد معامله هم که طبیعتا نیست آقا ممکنه که تا 69 ما حرکت سعودی بیت کوین رو داشته باشیم بریم تا اونجا ریجکت بشیم برگردیم پایین تا 42 دیگه همه مطمئن میشن که دیگه هیچ وقت بیت کوین بالاش 69000 تا نخواهد رفت و چون همه مطمئن میشن که اتفاق میفته خواهد رفت خیلی شاید ارتباطی به صحبتمون نداشته باشه اما آقای مصطفی کامنت گذاشتن خیلی کامنت جالبی بود گفتن که آقا امروز سی پی آی 7.5 درصد سوال اعلام شد سی یکی از شاخص یکی از شاخص های تورمیه و این عدد 7.5 درصد سال به ساله. از پار سال از پارسال تا امسال و گفت برای من سوال شد که خب آقا این سیاست انقباضی آیا میخواد در پیش بگیره بانک مرکزی چیکار کار قراره بکنه و یک مقاله گذاشتن لینک یک مقاله گذاشتن از خانم لین هلدن و واقعا مقاله سنگینی واقعا مقاله قشنگی الان یه کمی راجع بهش صحبت میکنیم من خودم فرصت نکردم همه همش رو ریز ریز بخونم اما به چند نکتهش اشاره میکنم لینکش هم میذارن که خودتون حتما بخونی برشم که لطف کردم و گفتن که تفاهای خوب کریپتو لطف داریم اما مقاله چیه؟ مقاله خب داره میاد و وضعیت فعلی رو بررسی میکنه و کار قشنگی که انجام میده اینه که میاد و خانم لینند الدن میاد و مقایسه میکنه وضعیت اقتصادی فعلی و ده سال اخیر رو با سال 1920 تا 1940 یعنی 20 سال اخیر رو با 1920 به بعد دوستانی که یه کمی هم یعنی جز جلسات اول درس اقتصادی که 1929 همه میدونیم که اون Great Depression رو داشتیم بانک ها رو داشتیم دیگه داستان های تکراری و یک سقوط بزرگ اقتصادی بود که کل دهه سی و رو تحت تاثیر خودش قرار داد میارهای مختلفی رو میاد نگاه میکنه مثلا یکی از چیزهایی که میاد نگاه میکنه نسبت قرض هم قرض فدرال یعنی هم قرض دولت و هم قرض غیر فدرال قرض شرکت ها و بانک ها و غیره به, به شکل درصدی از جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی رو میاد نگاه میکنه که میگه این اتفاقی که 1929 نو... افتاد خیلی شبیه اتفاقی بود که سال 2008 افتاد و ادامه اون 10 سال 15 سال بعد از اون این درصد دت درصد قرض برای فدرال رفت بالا و الان هم میبینیم که داره میره بالا خلاصه میاد می... یکی دوتا نیست میگم مقاله بسیار طولانی واقعا قشنگ جزاش سه واقعا هیجان نگاه کردم بهش آ... و میاد اینا رو با هم مقایسه میکنه تهش به چی میخواد برسه تهش اولا میگه که آقا اه... یک مقایسه دیگه ای انجام میده بین ولیو و گروث رشد سهام هایی که شرکت هایی که رشد دارن یهو بزرگ میشن مثل تسلا و مثل اپل و سهامهایی که ولیو دارن ارزش دارن و میگه خب از این لحاظم اگر بیایم نگاه کنیم من یک رو اینا خریدم اینجاست این نسبت این دوتا رو داره به هم نشون میده هر موقعی که سعودی هست این نمودار نشون میده که ولیو اون ارزش سهام های ارزشی چیزایی که شرکت هایی که دیگه ثابت شدن و فقط دارن ثابت پول در میارن اونقدر رشد های عجب غریب نمیکنن اونا قوی تر از شرکت های مثل تسلا هستن و وقتی داره میاد پایین برعکس و داره راجع به یک بیزینس سایکل صحبت میکنه دو تا بیزینس سایکل پس یه بیزینس سایکل 80 ساله رو داریم صحبت میکنیم از 1930 1920 تا الان و یه بیزینس سایکل 20 ساله رو داریم صحبت میکنیم در مورد گروس و ولی خیلی مقاله جالبی میگم من خودم صد درصدش نخوندم واسه همین خیلی دقیق نمیتونم روی صحبت کنم ان اگر فرصتی بشه بعدا اما این قسمتش خیلی جالب بود معمولا حالا اینم راجع به هر کتاب و هر مقاله‌ای که میخوایم بخونیم معمولا چپتر آخر پارت آخر قسمت آخرش از همه جذاب‌تره چون اون شالوده حرف اونجا میاره میگه که آقا دهه 2020 دهه 20 اسمش رو بزنیم پیشش یک خواهد بود اوایل سال 2000 یعنی اوایل 2010 2012 صحبت هایی میشد که حتی کتاب های اومد بیرون حتی مجلات بلومبرگ اومد چیزای چاپ کرد که آقا ایز اینفلیشن دد آیا تورم مرده است یا نه آیا هیچ وقت قرار هستش که تورم برگرده یا نه و مثل خیلی از چیزای دیگه اینا واسه 2019 حتی قبل از در واقع بحث کووید مثل خیلی از چیزهای دیگه که وقتی همه فکر میکنن دیگه بر نمیگرده تازه همون موقع است که بر میگرده برگشت و دوباره مثل همون مثل همه چیزهایی که یه مدتی توی اخبار پر میشن یه زمانی همه سرتیترها تورم بود هنوز هم هست یه زمان دیگه هم خواهد بود اما موقعی که اخبارگوها موقعی که گزارشگرها از این موضوع خسته بشن دیگه اسم تورم رو نمیبینین اما اثر تورم اونجاست که کم کم تازه شروع میشه در مورد کریپتو بیت کوین هم همینه در مورد همه چی همینه در مورد بازار بورس ایران هم همین بود در مورد بازار بورس آمریکا هم همینه یکی یه مدتی در مورد وقتی خبرها داغن یک حرکت هایی رو میبینیم بعد از اون خبرها فراموش میشن اما حرکت ها معمولا به قوت خودشون باقی میمونند. حرفش چیه حرفش اینه که آقا در دهه 2020 از الان تا 7 سال دیگه راه پیچیده در پیشه قیمت ها بالا و پایین خواهد رفت تورم های بزرگی احتمالا خواهیم دید مخصوصا با نگاه کردن به نمودارهای اولی رو میشه قشنگ دید و خب خیلی چیزا تورم تاثیر روشون گذاشته قیمت لامبر چوب قیمتش آردی بالا رفته اینو توی در واقع اینجا دنبال میکردیم گاز طبیعی حتی تا خوبی بالا رفته نفت نفت نزدیک 100 دلاره خب شوخی نیست نفت خیلی وقته که نزدیک 100 دلار نبوده و پیشنهادش چیه میگه که روی ارس روی دارایی های تمرکز بکنیم که حرکتشون رو نکردن مثل طلا مثل نقره مثل فلزات اصلا راجع به بیت کوین و کریپتو توی مقاله صحبتی نیست اما اگر این مقاله رو بخونید و منم میخوام وقت بذارم این آخر هفته حتما کامل بخونم و شما پیشنهاد میکنم این کار رو بکنید بشین یک دید خیلی خوبی نسبت به بقیه بازار بهتون میده طبیعتا بیت کوین هم تاثیر پذیر هست از بقیه بازار اما چقدر تاثیر پذیر سوالی که میخوایم توی این ویدیو جواب بدیم یه نمودار دارم اینجا چهار تا نمودار در واقع دارم اینجا این چهار تا نمودار چی رو دارن نشون میدن بالای بالایی که بیت کوینه قیمت بیت کوین چهار تا لوگاریت میو داریم می آشنای آشناست سه تا نمودار پایین سه تا معیار اقتصادیان چرا این حرف از چرا, چرا میخوام راجع به نمودار صحبت کنم حرف های زیادی زده میشه و این, این حرف هم همیشه بوده هم همیشه هم خواهد بود که آقا نرخ بهره تاثیر میذاره روی قیمت بیت کوین نرخ سختگیری اقتصادی آسانگیری اقتصادی تاثیر میذاره روی قیمت بیت کوین ما توی ویدیوهای قبلی صحبت کرده بودیم بعضا که آقا 2013 آسانگیری اقتصادی بود 2017 سختگیری اقتصادی بود همشون کار خودشون رو کردن ولی خب میخوام یه بار دیگه با رسم شکل ببینیم این رو و پیشنهاد میدم که دوباره این رو هم روی چارت خودتون بیارین اون قصد اخنیس آوردنش ها داریم؟ <تصفح> بالا که قیمت بیت کوین رو داریم رنگ آبی رنگ این چارت دوم آبی رنگ ییلد ده ساله رو داره نشون میده نرخ نرخ بهره دقیقا نمیشه گفت من کلمه یلد رو مطمئن نیستم فارسی میشه اما به نوعی نرخ بهره ده ساله رو داریم نشون میدیم خب نرخ بهره تقسیم بر قیمت خود اون اوراق قرضه بالا پایین میره طبیعتا یکی از اصلی ترین عوامل بالا پایین رفتنش تغییر نرخ بهره است ما فرض میکنیم فلان نرخ بهره خط بعدی قرمز این خط رو قبلا هم نگاه کرده بودیم این نمودار رو قبلا هم نگاه کرده بودیم مقدار بالانس شیت یا مقدار دارایی های بانک مرکزی آمریکاست خب دارایی که خرج کرده توی کووید مقدار زیادی گفتیم چیکار کرد گفتیم به نوعی پول چاپ کرد این پول چاپ کردن یعنی چی یعنی انگار فدرالیزر رفا پولی که وجود نداره رفی سری چیزا رو خرید خب پولی چاپ نکرده ولی خب به بالانس شیت خودش اضافه کرده و این اینجا میتونیم این حرکت رو ببینیم نمودار آخر کمی از همشون پیچیده تره این نرخ بهره که داشتیم به رنگ آبی میدیدیم نرخ بهره 10 سال است یعنی شما, شما میتونید اوراق قرضه بخرید از دولت آمریکا بریم دولت آمریکا پول بدین به شما الان اگر این کار رو بکنید دو درصد سالانه سود, داد سود داده میشه و بعد از ده سال پولتون رو پس میدن خب زبان خیلی ساده لازم نیست ده سال این کار رو بکنید میتونید دو ساله بگیرید انگار دولت داره از شما وام میگیره برعکس میتونید دو ساله بگیریم میتونید سی ساله بگیریم میتونید پنج کنم سی ساله ماکسیمومش این نموداری که اینجا داریم میبینیم نسبت نرخ بهره ده ساله به دو سال است خب آقا آروم آروم خیلی پیچیده شد چی شد یه لحظه باید شما قرار شد که به دولت داریم وام میدین خب میتونین نر... می وام دو ساله بدین میتونین وام پنج ساله بدین خب شما وامو که میدین این اوراق قرضه رو که میخرین وامو که میدین بعد از این دو سال یا ده سال یا سی سال اصل پولتون بهتون برمیگرده توی این مدت هم یه نرخ سودی هر ماه یا هر سه ماه میگیری این نرخ سوده رو داریم نگاه میکنیم میگیم که آقا طبیعتا شما وقتی وام ده ساله میدین انتظار دارین که سود بیشتری بگیرین دیگه نسبت به اینکه وام دو ساله میدین چرا شون پولتون ده سال قفله پس طبیعیه که ده ساله همیشه بیشتر از دو ساله باشه هرچند که بعضی موقعا نیست و این خیلی خطرناکه اگه نباشه نسبت این سودا رو نسبت سود ده ساله به دو ساله چی داره بهمون به نشون میده این معیار واقعا معیار جالبیه این نشون میده که شما چقدر به امنیت جهان اعتماد دارین در ده سال و در دو سال آینده. موقعی که جهان ناامنه موقعی که نه جهان و جا... اون کسی که اون اقتصادی که داریم بهش پول قرض میدین شما میتونین به شرکت ها این کار رو بکنین پول قرض بدین میتونیم به هر دولتی میتونیم دولت ژاپن می این کارو بکنیم میتونیم دولت چین اینو فرق نمیکنه این که شما چقدر مطمئنین که آقا ده سال دیگه اصلا همچی دولتی وجود دارد که بیاد به من پول پس بدهد اصل پول منو بده اصلا این پولی که من دارم میدم قفل میکنم آیا ده سال دیگه اصلا چیزی میارزه به من برسه یا نه هرچی این عدم اطمینان بیشتر باشد نرخ بهره ده سال نرخ بهره طولانی مدت بیشتر خواهد شد چرا چون شما باید دلیل خیلی بیشتری داشته باشین که بخوایم پول رو بذارین قفل بشه این, این معیاریه که خیلی استفاده میشه میدونم دوستانی که والا کارشون اقتصاده یا در کلاس اقتصاد رفتن پاس کردن احتمالا الان سر رفته از این حرفای من ولی سعی کردم که به زبان ساده این چهار تا نمودار رو توضیح بدیم که چیه خب دونه دونه میایم الان فقط میخوام مقایسه کنمشون با نمودار بیت کوین و چند تا فاز اصلی در واقع قیمت بیت کوین در طی چند سال دوازده سال اخیر یک یه سری شای، شایه که که میت وجود داره یه سری حرف وجود داره که لزوما اثبات نشدن هیچ وقت الان میخوایم بیایم بررسی کنیم که چقدر واقعیه یک آقا نرخ بهره نرخ بهره 10 ساله هر موقع بره بالا قیمت بیت کوین میاد پایین چرا چون ملت پولشون رو از بیت کوین میکشن بیرون میذارن توی اوراق قرضه که سود قطعی یه ثابت بگیره اینو میتونیم به راحتی ببینیم که درست نیست ما دو تا بول مارکت اصلی توی بیت کوین داشتیم اینجا و اینجا حالا بگیریم سه تا و بیا پایین نگاه کنیم میبینیم که در هر کدوم از این سه تا بول مارکت رفتارهای متفاوتی داشتیم یکیش کاملا نزولی بود داشته کف میزده بعدش رفته سخف زده تو یکیش صاف بود تو یکی رفته بالا پس چیزی که میتونیم یاد بگیریم که هیچ کوریلیشنی وجود نداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی وجود نداره حالا این نرخ بهره ده ساله از دو ساله هم بیارین خیلی ظاهرش با این فرقی نمیکنه. پس این از میت اول این که میگن آقا نرخ بهره قرار رو افزایش پیدا کنه قرار رو افزایش پیدا کنه الان داریم میبینیم که داره چی میشه داره افزایش پیدا میکنه دوباره این ییلد دقیقا نرخ بهره نیست اون هم میتونیم ببینیم چه میتونیم بیارینش یو 10 110 شد یو 10 نرخ بهره نرخ بهره واقعی رو نشون میده یه وایت بذارین ییلدش رو نشون میده پس این از بحث نرخ بهره بحث بعدی آقا در سختگیری اقتصادی بیت کوین بد عمل می کند در آسانگیری اقتصادی بیت کوین خوب عمل می کند اینو یه بار دیگه هم با هم بررسی کرده بودیم سال 2012 تا 2013 14 ما آسانگیری اقتصادی داشتیم اینجا اینجا رشدم توی بیت کوین دیدیم رشد خیلی خیلی بزرگی هم دیدیم بعد از اون تیپرینگ شروع شد این قوس قوس تیپرینگه و بعد از اون رفتیم به سمت چی رفتیم به سمت حتی سختگیری اقتصادی تو زمانی که تیپرینگ بود و سختگیری اقتصادی هم وجود داشت بیت کوین کار خودش رو کرد قله خودش رو زد درسته اگر وضعیت اقتصادی آسان گیرانه باشد مثل سال 2020 مثل اینجا مثل الان حتی حرکت بیت کوین راحت تر خواهد بود توی این اصلا بحثی نیست اما داشتیم حالا کم تعداد نقاطی که میتونیم باش حرف بزنیم ولی خب یه روش یکی از روش های اثبات در ریاضی مثال نقض روش های نقض اثبات البته و آقا اینکه همیشه در تیپرینگ قیمت میاد پایین نه ما یه مورد داشتیم از تا موردمون یه مورد داشتیم که در تیپرینگ قیمت رفته بالا پس اینجوری بگم بیت کوین میتونه کار خودش رو بکنه خب اینم بذاریم کنار این آخری از همه جذاب دوباره توی جایی که اقتصاد خوب و خوش و خندانه همه مطمئنن که تا ده سال دیگه تورم پایینه همه چی عالیه این نسبت نرخ ده ساله به دو ساله بالاست دقت کنی اینجا یکه و اینجا زیاد دوازدهه و وقتی که سختگیری های اقتصادی بیشتر می شدید ترس از عدم رشد اقتصاد در ده سال آینده وقتی زیاد میشه این نسبت کم و کمتر میشه و حتی به یک میرسه بعضی موقع ها فلیپ میشه این کرو این نمودار برعکس میشه یعنی چی یعنی نرخ بهره دو ساله بیشتر از ده ساله میشه این خیلی خطرناکه و معمولا این در اینجور مواقع بانک های مرکزی خیلی سریع وارد میشن و تغییر میدن این قضیه رو حل میکن بسیار رالی دوباره اینجام آیا میشه نتیجه گرفت آقا این وقتی بالا بود فلان شد وقتی پایین بود فلان شد نه همیشه هر اتفاقی میتونه بیفته خب آقا این همه حرف زدی این همه چیز میز نشونم دادی آخرش یه گفتی هر هر بشه هر چی بخواد میتونه اتفاق بیفته یه جورایی منظورم هم به همین بود این نوع معیارها دوباره میگم دوستانی یک تاخیر دارن خیلی تاخیر دارن خب دو لزوما تاثیرشون رو روی همه بازارها به یک شکل نمیذارن شاید الان بازار بورس آمریکا رو اگر نگاه بکنیم خیلی ارتباطات بیشتری پیدا بکنیم هاش تا بازاری مثل بیت کوین چرا چون داینامیک بازار متفاوته آقا داینامیک بازار متفاوته یعنی چی ما در حد تعیین قیمت دو تا جنبه داریم یک جنبه عرضه یک جنبه تقاضا خب در مورد بیت کوین به دلار ارزه این است که بیت کوین چقدر وجود دارد تقاضا این است که دلار چقدر وجود دارد که بیاد بره بیت کوین بخره میدونیم که در هوینگ ها هر چهار سال این عرضه نصف میشه سرعت عرضه کم میشه همون مدل استاک تو معروف این هر چیزایی که داریم با هم راجع بهش صحبت میکنیم بحث تقاضاست خب و اینیم بحث دلار دعوا سر دلاره که چقدر دلار وجود داره و این درسته که یک کفه ترازو هست اما هنوز سمت عرضه سنگین تره ده سال دیگه بیا ما این صحبت رو بکنیم احتمالا میگم نه چرا؟ چون تا ده سال دیگه 90 درصد 99 درصد بیت کوین ها استخراج شده 10 سال نقل 20 سال دیگه 99 درصد بیت کوین ها استخراج شده دیگه تغییر ارزه اونقدر شوک به بازار وارد نمیکنه اونقدر تأثیری نمیتونه روی بازار بذاره و خب اون موقع تقاضا خیلی مهمتر میشه مثل چی مثل طلا مثل بازار بورس اونم ارزش یه جورایی به واقعا سلامت اقتصاد بستگی داره اگر اقتصاد سالم نباشه اگر تورم سنگین وجود داشته باشه خب شرکت ها به مشکل میخورن اگر مردم نتونن پول خرج بکنن پول نداشته باشن خرج بکنن نتونن وام بگیرن که پول خرج بکنن شرکت ها به مشکل میخورن بحث عرضه به وجود میاد اون ورم دوباره بحث دلاریش هست خلاصه آه. آه، یکی از هدفام این بود که گیجتون کنم امیدوارم که موفق شده باشم ولی خب بیشتر از اون هدفم این بود که با یک سری از مسائلی که یه از جنبه های اقتصادی که شاید حالا بهش فکر نکرده بودین صرفاً اسمشو بگم به گوشتون بخوره وقت بذارین بشینین بخونین کتاب های اقتصاد کلان خیلی زیاده کلاس های اقتصاد کلان خیلی زیاده حتما میتونید برید شرکت کنید میتونید بشین کتاب ها رو بخونید توی ویدیو نمیشه قطعا جا داد اینا رو تو صد تا ویدیو هم نمیشه جا داد پروسه یادگیری ادامه داریه مقاله رو میذارم واسه حتما نگاه بکنین و اما برای حسن ختام میخوام به یک توییت دیگه برسم دوستمون در جواب آها من که کردم که آقا بیت کوین دستکاری شده نیست دستکاری شده به چی میگم مثلا طلا تلاق... فقط من بهش میگم دستکاری شده قیمت طلا تلاق... طلای کاغذی اون که میگم آقا 1800 دلار 1900 دلار طلای کاغذیه چون واقعا بخوای برید 10 تا چمش طلا بخری خب خیلی فرق میکنه ممکنه نباشه چون مثلا بگو آقا طلا 100 دلار ولی وقتی نیست چه فایده ای داره 100 دلار وقتی هیچکی فروشه، چه فایده ای داره 100 دلار خلاصه دستکاری شده حالا در مورد بورس میگن در مورد جای مختلف میگن من جمله این بود که آقا بیت کوین دستکاری شده نیست برنامه ریزی شده است این به کنار حسن ختم هم این کامنت دوستام بود که گفتش که آقا یادت گفته بودی کندل های سالانه بیت کوین سه تا سبز یه دونه قرمز خب اگر اینجوری باشه پس امسال قرار قرمز باشه نظرت چیه سوال خوبیه و من میخوام بهش جواب بدم دیگه ویدیو ده دقیقه رو رد کرده امیدوارم که همتون حال داشته باشین که بشیم صحبت بکنیم بذارین یه دونه چارت باز بکنیم با هم خب کندل های چ... چی رو میخوایم ببینیم؟ کندل های سالانه رو میخوایم ببینیم این کندل های سه هست این کندل های سالانه من گفته بودم که چی گفته بودم که آقا سه تا سبز یه قرمز دوباره سه تا سبز یه قرمز دوباره سه تا سبز یه قرمز من خب آقا اگر اینجوری باشه پس الانم باید یه قرمز باشه دیگه قرمز گنده باشه من جواب جوابیم اینه که آقا این موقعی که این اتفاقا می افتاد، این سبز آخریه از همه سبزهای قبلیش بزرگتر بود درست که بعدش قرمز میشد این یکی سبز آخری قرمزتر نیست به زبانی دیگر پارسال 2017 نبوده که امسال بخواد 2018 باشه اون حرکت پرابالیک، اون حرکت انفجاری از بیت کوین ندیدیم که بخوایم بر مارکت بعدش رو هم ببینیم بازارها ساختار دارن این این, این ساختار وقتی قسمت اولش رایت نشه قسمت دومش هم لزوما رایت نخواهد شد یکی از دلایلی که خیلی از مدل ها حالا متا مدل یکیش بود خیلی از مدل هایی که داشتیم خیلی از مدل هایی که خیلی ها داشتن شکست خورد تو این چند وقت یا به هر حال از اون دقتش که روی مدل سایکل های قبلی کار میکرد و الان کار نکرد کاسه شد این بود که یه بخشی از روند وقتی به شکل تکراری اتفاق نیفته بقیهش هم روندش تغییر خواهد کرد وقتی بیت کوین تهش پر بالی توی یه روز ده توی یه روز دو برابر سه برابر نشه بر مارکت 85 درصدی هم بعدش نخواهد بود خیلی اینو فراموش میکنن خیلی اینجوری فکر میکنن که خب آقا اوکی قرار بودش که یک بول مارکت خیلی بزرگ باشه قرار بودش که یک حرکت انفجاری باشه نشد پس 85 درصد بعدش بیشتر میشه نه خب اینجوری نیست اگر اونوری نترکه اینوری هم نمیترکه به حال این کماکان نظر تمام کلمات تک تک کلماتی که من در این ویدیوها به کار میبرم همش نظرش منه یا چیزایی که میخونم چیزایی که میخونم میام براتون ترجمه میکنم هیچ کدومشونم پیشنهاد معامله نیست خیلی ممنون که اینجا بودین تو این ویدیو رو قطع بکنین یه ذره حرف درد و دلانه هم دارم اگه حال دارین بشین گوش بدین اگه حال ندارین که هیچ امروز من یه پستی گذاشتم دیروز در واقع یک پستی گذاشتم و خب مثل همیشه من هم مطالبی که گذاشته میشه هم بعضا و مثل امروز مقاله‌ای که آوردم هم وزن مصنوعی که میذاریم منابع مختلف داره یه سرش از توییتر از این ورانور بر. برحال هر کسی داره هر روز چیز یاد میگیره باز خورده 90 درصدتون رو من عاشقتونم فوق العاده 90 درصدتون دمتون گرم 99 درصدتون دمتون گرم و خیلی خوشحالم که اینطوره ولی بله خب هستن اون یه درصدی که نامهربونه من خیلی فکر کردم به این موضوع که بگم چه نامهربونی کردن نامهربونی چی بود که آقا چیکار داریم تا باید به جای آکادمی گنج به تو بکنیم بکنیم دارلو ترجمه گنج خیلی حرف فکر نشده خیلی حرف بچگانه من ما چند سال درس خوندیم من درس دانشگاهی هفت سال درس دانشگاهی خوندیم و به یاد استادامون میام من همیشه سعی میکنم که حالا هیچ وقت نمیتونیم در سطح اونها باشه همیشه سعی میکنم که یه جورایی اون کاری که اونها انجام دادن رو سعی کنم تکرار کنم و به این فکر میکنم که آقا مگه استادا چی کار میکنن؟ من دانشگاه شریف درس خوندم دانشگاه تهران درس خونده دانشگاه ویکتوریا درس خوندم مگه استاد چی کار میکنه استاد میاد و دانسته های بقیه رو نشر میده دانسته هایی که بقیه پیدا کردم مگه قرار بود هر کسی فقط چیزایی که خودش پیدا کرده رو بیاد نشر بده که الان بشریت اینجا نبود که ما فرقمون با حیوانات اینه که به همدیگه میتونیم دانشمون رو انتقال بدیم نیاز نیست از اول بشیم چرخ و اختراع کنیم خلاصه که دردناک بود و ولی میگم بعدش میام و پیام های بقیه رو میخونم کامنت های بقیه رو میخونم واقعا لذت میبرم و جو میشوره میبره اما خب دوست داشتم که این در دل رو بهتون بکنم از هم دم گذاشتم آخر این ویدیو طولانی مدت که دیگه واقعا اگر اهل گنج هستید بشینید و گوش بدین دمتون گرم خلاصه خیلی باتون حال میکنم خیلی دوستتون دارم و این که مرسی هستید مراقب خودتون باشین دیبی نمتون تا دیداری بعد خدا نگهد